در این ایام شاهد موج جدیدی از اعدام‌های گسترده توسط قضائیه خامنه‌ای هست. خامنه‌ای با این اعدام‌ها چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ آیا به اهدافش خواهد رسید و چرا در چنین شرایطی خامنه‌ای اژه‌ای را به کردستان فرستاد و هدفش چیست؟ برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقای صلاح عبدالله‌نژاد. با تشکر از آقای عبدالله‌نژاد و خوش آمدگویی ما رو پذیرا باشید در این برنامه. با تشکر از شما که این فرصت را دادید و همچنین با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی و هزاران درود به مردم قیام آفرین در سراسر کشور. آقای عبدالله‌نژاد، در این ایام شاهد موج جدیدی از اعدام‌های گسترده توسط قضائیه خامنه‌ای هستیم. خامنه‌ای با این اعدام‌ها چه اهدافی رو دنبال می‌کنه؟ بله، میدونید که تو همین یک هفته گذشته به طور واقعی 44 زندانی اعدام شدن که 23 نفرشون از هموطنان بلوچ بودند. فقط روز پنج شنبه 16 نفر رو رژیم اعدام کرده، یا همین روز شنبه دیروز 16 اردیبهشت آقای حبیب السید که از هموطنان عربمون بوده اینو دیروز رژیم ناجوان مردانه و جنایتکارانه اعدام کرد که مقاومت ایران هموطن اعدام این هموطن عربو به شدت و قویاً محکوم کرد که رژیم توی یک توطئه مهر ماه سال 99 در واقع از طریق یک زن مأمور این از طریق ترکیه از اونجا با یک آدم ربایی جنایتکارانه اینو به ایران کشونده بود و دیروز متأسفانه اینو اعدام کرد. حالا همین دیروز رژیم پلید آخوندی دو هموطن دیگر را توی سلماس اعدام کرد. اما اینکه هدف خامنه ای از این اعدام ها چیه؟ خب چیزی که به نظر میرسه در واقع دو تا هدف داره. یکی اینکه انتقام گیری داره میکنه از قیام آفرینان در سراسر کشور، بخصوص الان بحث مردم بلوچستان و مناطق در واقع قیام خیز در کشور. یکی هم برای مهار جامعه و پیشگیری از خیزش مجدد قیام، که البته خامنه ای در وحشت از قیام خلق درسته دست به این جنایت ها میزنه، اما به همین دلیل هم در واقع رکورد جدیدی از اعدام رو توی این هفته ما شاهد بودیم که نشون دهنده درماندگی رژیم آخوندیه در برابر وضعیت انفجاری جامعه و این نشون دهنده در واقع خشم فزاینده مردمه. و این اعدام هم به طور واقعی نشون دهنده قدرت نیست، بلکه نشون دهنده ضعف رژیمه. آیا عبدالله‌نژاد، می‌خواستم بپرسم از شما که آیا خامنه‌ای با این اعدام ها میتونه در شرایطی که قرار داره خودش رو نجات بده؟ نه خیر، به هیچ وجه نمیتونه. همونطور که توضیح دادم، خب اعدام در واقع باعث سکوت در جامعه نمیشه. هدفی که خامنه‌ای جنایتکار از این اعدام ها داره، حربه در واقع زنگ زده اعدام نمیتونه در شرایط کنی خامنه‌ای و فاشیسم دینی رو از سرکوب از و از سرنگونی در واقع نجات بده. معضلات خیلی زیادی این رژیم و سراپای این رژیم رو فرا گرفته، ولی رژیم هیچ راه حلی براش نداره. اگر راه حل داشت دست به اعدام نمیزد. ولی از اون طرف وضعیت بحرانی حاکمیت، ببینید این شکستای پیاپی رئیسی در زمینهای مختلف، همین نمونه مسکن که خودتون دو گزارش قبلی اشاره کردید، و یا در زمینه گرانی در واقع کوچک شدن سفره‌های مردم، از اون طرف وضعیت دولت استیزاش، همین هفته قبل مجلس اومد یکی از وزراش در واقع به استیزا کرد و برکنار کرد، یا وضعیت انفجاری جامعه که هر لحظه ممکنه بر اثر یک موضوعی در واقع این انفجار رو این خشم خلق فوران بکنه. افزایش نفرت مردم هست، میبینیم که الان تو همین یه هفته در روز گذشته تو جاهای مختلف تو شهرهای مختلف در واقع مقامات رژیم توسط مردم به سزای اعمالشون رسیدند. همین دیروز وحیدی جنایتکار وزیر کشور رژیم گفته بود که جرم چاقو با سلاح گرم یکیه، که خب سخنگوی مجاهدین به درستی گفت حالا که اینجوریه پس بر فرزندان مردمی که خلاصه از سلاح گرم جایگزین سلاح سرد بکنن و در واقع با مزدوران رژیم بتونن مقابله جدی تری داشته باشن. خب به طور واقعی همچون وضعیت، حالا هر اعدامی هم که این
رژیم جنایتکار میکنه نه فقط جامعه رو مرعوب نمیکنه بلکه موجی از مخالفت ها رو در واقع برمیانگیزه و بیشتر میکنه و دامن میزنه. این روزخونی های شاه پرستا و بورژوازی خارج نشین که همزاد ارتجایه که در واقع بحث خشونت پرهیزی رو مطرح میکنند برای اینکه این اعدام ها رو توجیه بکنند، این هم در واقع نشوندنده اینه که فاشیزم دینی در داخل و فاشیزم سلطنتی در خارج اینجوری به هم دیگه مدد میرسونند، ولی خب پاسخشون توسط مردم داده میشه، این توسط قیام مردم در کف خیابون. بله آیه عبدالله نجات، این هفته شاهد اعتراض هموطنان بلوچ بودیم که حتی نسبت به هفته‌های گذشته شعارهای رادیکالتری دادن. بله. آیا میتوان این نتیجه رو گرفت که خامنه ای با اعدام گسترده هموطنان بلوچ نتیجه عکس گرفته؟ بله دقیقا واکنش جامعه به این تمهیدات کثیف خامنه ای که میاد برای سرکوب قیام دست به این اعدام ها میزنه، اتفاقا شعله های قیام رو فروزانتر و فروزانتر میکنه، گسترش میده. همین جمعه گذشته 15 اردیبهشت دیدیم که مردم قیام آفرین در زایدان چه شعارهایی میدادن، مثلا خامنه ای حیا کن، مملکت رها کن، سلطنت ولایت، 100 سال جنایت، یا شعار میدادن میجنگیم میمیریم ذلت را نمیپذیریم، یا شعار میدادن میکشم آنکه برادرم کشت. روی پلاکارداشون هم نوشته بودن آرمان ما مرگ نداره، یا شهادت یا آزادی. یا یه جای دیگه در پاسخ به این همین اعدام ها نوشته بودن رو پلاکاردشون که حل مشکلات کشور با کشتن مردم بلوچ و دستگیری و تیراندازی و اعدام، یعنی راه حل رژیم ایناست که اینا رو محکوم کرده بودن. حتی میدونید که رژیم نیروی خیلی زیادی هم توی اطراف مصلی مکی توی زاهدان مستقر کرده بود، علی‌رغم همه اینا این اعتراضات و این تظاهرات و قیام ادامه پیدا کرد. یعنی خیزش شجاعانه مردم نشون میده که این اعدام های جنایتکارانه و دستگیری های کور نه فقط عزم هموطنان ما رو در واقع خللی توش ایجاد نمیکنه، بلکه اونا را در قیام و سرنگونی مصممتر میکنه. بنابراین پاسخ این رژیم یک چیز بیشتر نیست، همون چیزی که قیام آفرینان هم میگن میکشیم آن که برادرم کشت. پاسخش آتشه هرچه بیشتره، و در همین چند روز گذاشتم دیدیم که کانونای شورشی در شهرهای مختلف، در اصفهان بود، در تهران بود، رشت، دسفول، کرج، سراوان، اینا پاسخ این اعدام ها را به طور مشخص کانونای شورشی دادند. شعار و تظاهرات مردم زاهدان هم پاسخ خوبی بود به کسایی که دنبال مماشات هستند، یعنی همین در دسته شاه پرستا، و ایستادگی و قاطعیت مردم و مرزبندی قاطع ملی و تاریخیشون در مقابل این جریانات انحرافی نشون میده که تنها راه همچنان که گفتیم پا آتش جواب آتش خواهد بود. به همین دلیل مردم زایدان مثلا شعار میدادن، یکی از شعارشون این بود مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر، یا شعار میدادن سلطنت ولایت 100 سال جنایت، یعنی سلطنت و ولایت در واقع دروی یک سکه هستن، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن و در 100 سال گذاشتم توی ایران جنایت کردن که باید در تمامیت سرنگون بشن. بله آیه عبدالله نجات، همونطور که در جریان هستید این هفته اژه‌ای سفری به کردستان داشت، میخواستم از شما بپرسم در این سفر چه هدفی رو دنبال میکرد؟ خب قطعا اژه‌ای جنایتکار با توجه به موضع مسئولیتی هم که داره و قاضی القضات این رژیمه، قطعا انتظار این نباید داشته باشیم که برای آبادانی به اونجا رفته باشه. از این بگذاریم که حالا رئیس مجلس و رئیس جمهور این رژیم هم مگه چه گولی به سر مردم زدن که حالا رئیس قوه قضاییش بخواد بزنه. خب توی این رئیس قوه قضایی رژیم هر جا که میره برای سرکوب بیشتره. مدت پیش هم به کرج رفته بود، چون کرج هم یکی از کانونهای شورش و قیام بود تو جریان قیام 6 ماهه، اونجا هم برای سرکوب و ارعاب رفته بود. توی کردستان هم دقیقا هدف اصلیش همین بود. این هم حرف ما نیست، حرفای خودش هستن. توی شورای اداری سنندج این حرفی که زده بود
البته جرأت هم نکرده بود که رو در رو با مردم به اصطلاح مواجه بشه، با اونا صحبت بکنه، چهره به چهره بشه، چون وحشت داشت از این. ولی توی صحبت هایی که توی شورای اداری کرده بود، جملهش دقیقا این بود، گفته بود که تلاش همه مسئولین بوده، تلاش سیستم اطلاعاتی، سیستم انتظامی، سیستم امنیتی، مسئولین نمایندگان و همه دستگاه قضایی دست به دست هم زدن تا این توطئه خونسا شد. حالا توطئه کدومه؟ منظورش همین قیام مردم در سراسر ایران که یک بخشش هم توی کردستان ایران بود که درسای جانانه‌ای به رژیم دادن توی مهاباد، جوانرود، سقز، دیواندره، مریوان و شهرهای همه، تقریبا همه شهرها مثل سایر شهرهای ایران توی کردستان هم و به طور واقعی مزدوران رژیم رو به سزای اعمالشون رسوندن. حالا این میگه که توطئه دشمن با کمک مسئولین اطلاعاتی و انتظامی و امنیتی خونسا شده. بعد حالا در ادامهش چی میگه؟ میگه که اما این به این معنا نیست که حالا دیگه تموم شد، پس دیگه دشمن کاری نمیکنه. به جد باید همچنان هوشیار بود و غافل نشد. این حرف اجهی جنایتکاره. و در ادامهش مهمتر از اون میاد میگه من تمام اختیارات خودم رو به عنوان رئیس قوه قضاییه تفویض کردم به رئیس دادگستری، به فردی به نام مزدوری به نام حسینی، و گفته اون اختیاراتی که من دارم همه را دارم میدم به اون که بیاد همه کارهایی که در رابطه با نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی، همه اینا رو که داره با اختیارات تام قوه قضاییه بیاد این کارا رو بکنه، که در واقع پیامش همین بعد با نیروهای انتظامی، سیستم انتظامی اینا. بنابراین میبینید که رژیم دنبال حل مشکلات مردم نیست به هیچ وجه، بلکه دنبال جلوگیری از اعتراضات مردم، جلوگیری از قیام مردم، و وحشت داره که یک جایی دوباره این قیام شعله ور بشه. و ضمن این سفر اژه‌ای برای من به طور خاص یادآور سفرهای خلخالی جنایتکاره که توی اوایل انقلاب شهر به شهر به کردستان سفر میکرد و هر جا میرفت بساط اعدام را میانداخت و جنایت های خیلی گستردهی که کردن تو روستای قارنه، قلاتان، اندرقاش، صوفیان، کانی مامسه و اینا، ده ها نفر از مردم رو در واقع توی روستاهای مختلف به شهادت رسوندن. یکی از روستاها که من خودم شاهدش بودم روستای قال و شیخان تو منطقه مهاباد بود که همینطوری کور خونپاره باران میکرد روستا را. یکی از هموطنانمون که اسمش سعید خدایی بود، من خودم از نزدیکم میشناختمش، اینو در واقع به شهادت رسوند. حالا این کسی بود که اصلا نه تو کار سیاست دخالتی داشت، نه مشکلاتی داشت، 7-8 تا بچه کوچه که زیر 10 سال هم داشت همه یتیم شدن. و این یه همچون وضعیتی داره، رژیم یه همچون زبانی داره، پس باید با زبان قهر با این رژیم جواب داد. ضمن همین امروز هم فرزندان رشید مردم ایران سایت وزارت خارجه رژیم را، یعنی 210 سایت و سامانه متعلق به این سایت را که در تمام جنایت های رژیم توی کشورهای مختلف از صدور تروریسمش تا بنیادگراییش تا نمیدونم همین پاستار سلیمانی و اینا گفته بودن دیگه، تمام ارکان وزارت خارجه ازن زیر نظر تروریست بزرگ پاستار قاسم سلیمانی دشخیم بود که در واقع امروز توسط فرزندان رشید مردم تسخیر شد و تمام اطلاعات مربوط به این سایت و سامانه، سازماندهیشون، چارتشون، نمیدونم حتی تا سطح مدیران کل در تمام استانهای کشور و در تمام کشورهای مختلف به دست کانال قیام تا سرنگونی افتاده، یعنی در واقع به دست مردم ایران و خلق قهرمان ایران افتاده و یک ضربه بسیار مهمی به رژیم همین امروز صبح 6:30 زده شد. که البته میدونی سایت وزارت خارجه رو که ما میرفتیم نگاه میکردیم بالاش نوشته بود که به دلیل مشکل فنی نمیتونیم، در دسترس نیست، دقایقی صبر کنید. حالا این دقایق از 6:30 تا الان ببین 4-5 ساعت حداقل گذشته و هنوز خبری نیست و همچنان در تسخیر فرزندان مردمه. همه امروز هم جلسه علنی مجلس از اون طرف قالیباف بود که داشت گلو پاره میکرد سر همون ماشین های شاسی بلندی که وزارت سمت داده بود به نماینده های مجلس که در واقع استیزا پس بگیرن، ولی نه استیزا پس گرفتن و از اون طرف ماشین ها را هم بالا کشته. این وضعیت رژیم یه همچون وضعیتی داره. بنابراین تنها پاسخ
این رژیم واقعا چیزی جز سرنگونی و جز آتش هرچی بیشتر نیست. بله، با تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه. منم متشکرم از فرصتی که دادید.